خب مسعود جون سلام و وقتت بخیر، خیلی خوش اومدی به استودیوی رادیو 021. قربانت، مرسی آقای شهرام عزیز. عرض ادب دارم به تمام کسایی که صدای ما رو دارن میشنوند از رادیو 021. مسعود جان اول خودتو معرفی کن، بگو که چی کار میکنی، اصلا کارت چیه، و شروع کن که بگو که امروز چجوری ما پولامون رو جمع کنیم، چجوری منیج کنیم. به امید خدا. چشم. من مسعود شجاعی هستم و در زمینه امورات مالی فاینانشال سرویسز در امریکا فعالیت میکنم و تمام فوکسمون الان در ایالت تگزاس هستش و شهرهای مختلف مثل آستین، هیوستون، دالاس، سان آنتونیو فعالیت زیاد داریم و آفیسای بزرگی هم داریم باز میکنیم به عنوان ترینینگ سنتر. به امید خدا. خب اصل کار چیه مسعود؟ اصل کارمون، کاری که ما انجام میدیم با کمپانی های بزرگ فاینانشال سرویسز، ما کانترکت های بزرگ داریم و آفری که ما به مردم میدیم بهشون یاد میدیم، بهشون اینفورمیشن میدیم در رابطه با اینکه پول در امریکا چجوری کار میکنه و مردم مثلا در رابطه با ریتایرمنت چجوری کار میکنه واسه اونا، چجوری میتونن ریتایر بشن، یا اینکه مثلا چجوری مورگیجشون رو سریعتر پیاف کنن، یا اینکه چجوری اون استی که دارن چجوری پروتکت بکنن، زندگیشون رو چجوری پروتکت کنن، اینکام پروتکشن داشته باشن. اگه خدایی نکرده زندگیشون اتفاقی افتاد، مریضی اتفاقی افتاد یا خطراتی ریسکی تو زندگیشون پیش اومد، از نظر مالی هیچ وقت زمین نخورن. این که خب خیلی عالیه، همم مطمئن هستم که از این برنامه که از این چیزایی که هست شما خود بگی خیلی استقبال میکنم. اما در امریکا همونجور که خودتون میدونید اگر کسی کار کنه هیچ موقع لنگ پول نمیشه و حالا به شرایطی که داره، نسبت به شغلی که داره، جابی که داره، اون پولو در میاره. اما هر پولی که در بیاره میتونه اونو منیج کنه و زندگی کنه، برعکس متاسفانه اقتصاد الان ایران. اما پولو در میاری ولی اینجا سری و سیر برای یه چاله میکنه، یعنی سریع و سیر از بین اون پول میره، یعنی باید خرج کنی چون کشور مصرفیه دیگه و خیلی سخته بخوای اونو منیج کنی و اون پول رو نگه داری، حالا برای آیندت هم بخوای، چون اینجا واقعا آینده ای نداریم. مثل حالا ایران خوبیش این بودش که شما اگه بازنشست میشدی یه پول بازنشستگی داشتی اون موقع، الان نمیدونم دیگه داری یا نه، داشتی که میتونستی با اون دیگه تا آخر عمرت با اون زندگی کنی و حداقل آبرومندانه زندگی. ولی اینجا نه، اینجا حتی اگر بعد از 65 سال شما بازنشستن بشی حقوق خیلی خوبی نخواهی گرفت. امروز من یه خورده در مورد این اگه دوست داشته باشی میتونم اطلاعات بدم. ریتایرمنت بخشی بزرگی از پول سیف کردنه، یعنی خیلی از اشخاص در امریکا بیشتر فوکسشون اینه برای ریتایرمنتشون پول سیف بکنن. همون بازنشستگی. بازنشستگی. آره. هر جا اگه کلمه انگلیسی استفاده کنم به من بگی که فارسیشو میکروفون نزنم بیافتم. در امریکا مردم به سه قسمت تقسیم میشن. میشه های اینکام. میکروفون صدا داریم. بذارم میکروفون دارید؟ آره الان اوکی. الان صدا میاد؟ آره. خب مطمئن شیم که صدامو میاد. آره ولی خب نه دیگه میکروفونمو داغون نکنم. خب همیشه از دستام استفاده میکنم که جامعه در امریکا، فقط در مورد امریکا میخوایم صحبت کنیم چون در رابطه از خارج امریکا اطلاعات من ندارم. در امریکا مردم جامعه به سه قسمت تقسیم میشن. های اینکام، میدل کلاس و لو اینکام. اون کسایی که میدل کلاس هستن یا میدل اینکام هستن، یعنی قشر متوسط، قشر متوسط حدوداً از 30-40 هزار دلار در سال درآمدشون هستش به صورت متوسط، تا هولوش 250-300 هزار تا رو کسایی که در سال اینقدر درآمد دارن بهشون میگن میدل اینکام یا میدل کلاس.
اونایی که های اینکام هستن، درآمده خیلی زیادی دارن، واسه خودش فاینانشال ادوایزر داره، تکس ادوایزر داره، سی پی ای داره، لویر داره، یکی مثل منو هایر کرده، یا کانترکتر بزرگ میبندن، یا ساعتی 400 500 دلار 300 دلار به قول معروف پول میدن که ادوایز درست بگیرن. برای همینه که پولدار همش پولدار میشه، ادوایز درست میگیره، راهنمایی درست از کسی که تحصیلات عالی داره، مدرک داره، لایسنس داره، اطلاعات دقیق میگن و پولدار میشن. اشخاصی که لو اینکام هستن، خب به قول معروف کم درآمد هستن، اولش که وارد امریکا میشن یا اون اشخاصی که دارن زندگی میکنن اینجا به دنیا اومدن، باید تلاش کنن که درآمدشون بره بالا و امکان پذیر هستش. اونایی که میدل اینکام هستن، قشر متوسط سخت کار میکنن و این اشخاص خیلی تکس خیلی زیادی میدن در امریکا، مالیات خیلی سنگینی میدن و تمام تلاششون اینه، فکر و خیالشون اینه که کردیت و اعتبارشون خراب نشه. و بیشتر ما امروز میخوایم در مورد این کسانی که میدل اینکام هستن در امریکا، مقش متوسط هستن، میخوایم صحبت کنیم. چند درصد هستن؟ درصد خیلی زیادی هستن. دقیقشو دقیقا نمیدونم، ولی درصد خیلی زیادی هستن که به صورت متوسط کار میکنن. در واقع اگه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، 99% مردم واسه اون 1% پول داره کار میکنه. این یه چیز واقعیتیه. از اون طرف باید یه خورم اموشنال هم من توضیح بدم، چون کار من خیلی لاجیکاله، منطقیه، باید آدم های منطقی درک میکنن. این اشخاصی که تو متوسط دارن زندگی میکنن، تمام فکر و خیالشون رو که به کار میدن و فوکسشون به اون کاری که در اون زمینه پیشرفت بکنن، نمیتونن پول زیادی سیو بکنن. اونایی که بیشتر کار میکنن معمولا به قول من میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر. make sense میکنه؟ فوکس ما الان روی این میدل کلاس ها هست که ما آفری که به این میدل کلاس ها میدیم، با ادجوکیت کردن و اطلاعات دادن، با اینفورمیشنی که در امریکا پول چجوری کار میکنه اینا متوجه میشن و با اون اینفورمیشن برنامه ریزی دقیق میکنن واسه زندگیشون. مردم در امریکا یا هر جای دنیا برنامه ریزی نمیکنن تو زندگی شکست بخورن، فقط تو این برنامه ریزی کردن هست به مشکل برمیخورن و نمیتونن برنامه ریزی دقیق بکنن، چون علم و دانش خاص خودشو داره. آمریکا سرزمین خرج کردن، همونجوری که خودت گفتی، خیلی از کشور مصرفیه. یعنی در واقع من همیشه میگم که خب فکر میکنی چرا ما رو راه میدن به امریکا؟ یه سری اشخاص مثلا از کشورهای دیگه چرا راه میدن به امریکا؟ به قول معروف هی تبلیغات شروع میکنه، مثلا بیست بای، بلک فرایدی، هی تبلیغات میکنن. مثلا بیست بای تلویزیون رنگی به چه بزرگی؟ 18 دلار، نو اینترست. خب تبلیغاته. یا اینکه مثلا میگه 299، نمیگه 3 دلار، 3 دلار. make sense؟ یا اینکه یه جوری دیزاین کردن که مردم دوست داره پول خرج کنه، میگن شما کار بکن به هر چی میخوای میرسی. اشخاص سخت که کار میکنن، بعضی هم چشمام رو چشمی میبینه، مثلا دوستش ماشین خریده، BMW های کلاس، بنز، مرسدس سوار میشه، خب میگه خب چرا من نداشته باشم. اشخاص وقتی 1000 دلار 2000 دلار درآمد پیدا میکنن، یا 5000 تا 10000 تا در ماه درآمد پیدا میکنن، همونجوری هم خرج میکنن، تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرن، همونجوری پول خرج میکنن، ماشین میخرن، کردیت کارت مصرف میکنن، خونه میخرن، میگه ای دوستم خونه خرید، خب منم خونه بخرم، ای اون بیزینس زد، منم بیزینس بزنم، ای اون مثلا لون دانشجویی گرفته، مثلا درس بخونه. به قول معروف خیلی از جوونا هم وقتی خسته میشن میگه خب چرا اون پول در میاره، من در نمیارم.
اون چی کار میکنه که این پولو داره، من چرا نمیتونم در بیارم؟ چرا اون ساعتی 80 دلار 100 دلار در میاره، من باید ساعتی 10 دلار 20 دلار کار کنم؟ برای همه میره سرچ میکنه، گوگل میکنه. گوگل هم میگه که اگه میخوای تبلیغات دیگه، اگه میخوای درآمد بیشتری داشته باشی باید درس بخونی. طرف میره دانشگاه، دانشگاه میگه که بله مثلا میشه 100,000 تا. میگه من که ندارم. میگه ایتس اوکی، حالا لون بگیر، جوونی، درس میخونی، بعدن درآمدت میره بالا، میتونی پولشو بدی. که خیلی از جوونا متاسفانه درس میخونن، خیلی زحمت میکشن، واقعا شبانه روز کسی هم درس میخونه دیگه نمیتونه بره کار کنه، خیلی سخته. من خودم خب میبینم همسن و سالار خودم درس میخونن، خب خیلی سخته. اینا وقتی درس میخونن از کالج که میان بیرون، از یونیورسیتی دانشگاه میان بیرون، سری بیل میاد براشون، نمیتونن میان بقال... بیرون با 150,000 دلار قشن شیرین بدهی میان بیرون. بستگی داره، بستگی به اون درس خوندن شده. خلاصه کاری که ما انجام میدیم کمکشون میکنیم که اینا چجوری بدهیشون رو منیج بکنن که سریعتر بدن، چجوری پولشون رو باید منیج بکنن در امریکا که سریع بتونه پول سیف کنه. مردم در امریکا 10-20% درآمدشون رو اوریج باید سیف بکنن، اینکامی که دارن. اگر اون درآمد رو ندارن، اگه سیف نمیتونن بکنن، یعنی از نظر فاینانشال، از نظر مالی دچار مشکل هستن. و اگر اشخاص پیچک تو پیچک زندگی میکنه که درصد خیلی زیادی مردم پیچک تو پیچک زندگی میکنه و پول اصلا سیو نمیکنه، یعنی شرایط مالیش مریضه، باید حتما به دکتر پول، به کسی که تحصیلاتش در اون زمینه است مراجعه بکنن. یا اگر کسی پیچک تو پیچک زندگی میکنه و لون خونه داره، قسط ماشین میده، کردیت کارت داره، لون دانشجویی داره، بدهی داره، یعنی این فاینانشالش، امورات مالی خانوادهش دچار سرطان هست در واقع. باید هر چه سریعتر بره اینو درست کنه، منیج بکنه. قبل از اینکه بخوای ادامه بدی عزیزان، این برنامه رو خوب گوش کنید، حتی اگر شده دو بار گوش کنید، سه بار گوش کنید، اینو ما تو پادکست هم میذاریم، توی فیسبوک هم هست، گوش کنید. چیزایی که مسعود عزیز داره صحبت میکنه، یه لحظه فکر کنی متوجه میشی همه ما گرفتار این هستیم. یعنی 99%، من شاید 1% خیلی فرق کنن، ولی 99% عزیزان، مخصوصا کسانی که تازه وارد امریکا شدن، گرفتار این قضیه هستن. همه پیچک تو پیچک هستن، لون دارن برای ماشین، برای خونه، کردیت کارتاشون بعضیاشون پره، بعضیاشون یه مقدار پره، بعضیاشون نگه داشتن که خیلی خودشون رو کنترل کردن، ولی باز چیزای دیگه است. اینجا در امریکا پول تو میگیرن ازت، یعنی سریع کشور هر دم بیل که میگن همینجاست، یعنی هر دقیقه یه بیل میاد. حالا میبارسشو باز کنید، ناامید نشید، ناامید نمیکنم، ولی واقعا اینو گوش کنید. و من مدت هاست از مسعود خواهش کردم بیادش اینجا، ولی خب متاسفانه ایشون انقدر سرشون شلوغ بود نشد. ما یه ویدیو هم مسعود با مسعود ساختیم، ولی به قسمت دوم سوم نرسید، میخواستیم بگیم، ولی خدا کنه تو این برنامه ها حداقل بتونیم توی رادیو انجام بدیم. ولی ما باید کمک بگیریم از کسانی که میدونن چجوری منیج کنن اون امورات مالی ما رو، که مسعود یکی از اون عزیزان هستش که خیلی هستن در امریکا، ولی یکیشون مسعود هستش که تحصیلات این کارو داره، تجربه این کارو داره، با سن کمش، سن همچی کم هم نیست البته، موشو رنگ میکنه فکر کنم بعد، ولی میتونه کمکمون کنه. خب من شماره مسعودم اعلام میکنم، اونجا توی فیسبوک هم نوشتم، ولی اعلام میکنم اگر بعد این برنامه احتیاج به ادوایز داشتید، کمکی داشتید، حتما با مسعود تماس بگیرید. شماره تماسش 832-899-55 هستش. دوباره اعلام میکنم 832-899-55، انگلیسیش هم میگم برای اونایی که فارسی بلد نیستن، 832-899-55. بله اینم انگلیسیش هم گفتیم البته. بله ما آفیس های زیادی داریم، پرسنلمون اسوشیت زیادی داریم که با ما دارن کار میکنن و دوستان میتونن با
اینا تماس بگیرن. حتما تماس بگیرید. اگه سوالی دارید نگران نباشید. اگه شما الان این ویدیو رو دارید تماشا میکنید و صدای ما رو از رادیو دارید گوش میکنید، نگران نباشید، برای شما هیچ به قول معروف چارجی نداره. اطلاعاتو بگیرید، به قول معروف این اینفورمیشن زندگی شخصی خود منو چنج کرد و امیدوارم که شما هم بتونید این اینفورمیشن رو بگیرید و اپلای کنید. من همیشه میگم، مردم میگن knowledge is power، ولی من میگم نه، knowledge power نیست، applying the knowledge is power. یعنی وقتی knowledge رو میگیری، دستم این میخوره میکروفون ما رو امشب تو نشینه گرفتی. وقتی اون knowledge رو که داری با اپلای کن. بعضیش خیلی ساده است، مردم میدونن ولی میبینی انجامش نمیده. مثلا یه توضیح بدم که چرا باید برنامه ریزی دقیق داشته باشی تو آمریکا. مردم به زندگی کردن در آمریکا به دو قسمت تقسیم میشه. معمولا اشخاص حدودا سن 20 سالگی شروع میکنن به کار و حدودا سن 80 یواش یواش پیر میشن و فوت میکنن. اوریج زندگی آدم ها به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از بازنشستگی و بعد از بازنشستگی. بازنشستگی حدودا سن 65 70 سالگی یواش یواش مردم میتونن بازنشست بشن، ولی خیلی از مردم، خیلی ها رو من میبینم، فکر میکنن آمریکا اتوماتیکلی در سن 65 سال بازنشست میشن و این فکر اشتباهیه. در آمریکا چی میخواد شما رو بازنشست کنه؟ امروز میخوام باز کنم برای شما. و مردم به مرور زمان که تجربه پیدا میکنه، تحصیلاتش میره بالا، اینجوری پیش خودش فکر میکنه. مردم اینجوری فکر میکنن، میگن که واقعیت ها، اولا مردم همیشه از واقعیت ها فرار میکنن. واقعیت تلخه، دقیقا. خب ولی باید یه نفر بگه. امیدوارم که این حرفای ما به قول معروف یکی رو بیدار کنه. حالا یکی از بیدار میشه، یکی از خودش زده به خواب بیدار نمیشه. مردم به مرور زمان تجربه پیدا میکنه تو زندگیش، درس میخونه، آگاهیش میره بالا، فوکس میکنه، درآمدش میره بالا. تا زمان ریتایرمنت مثلا کسی که سن 20 سالشه 25 سالشه، درآمدش خب کمتر از کسی که 35 سالشه، یواش یواش میره بالا. از اون طرف مردم پیش خودش فکر میکنه، میگه تا زمان ریتایرمنت من یه پول بزرگ، اسست، سرمایه، بیزینس بزرگی درست میکنم که با اون پول مجبور نشم تا آخر عمر کار کنم. البته ریتایرمنت به این معنا نیست که شما اصلا کار نکنید. ریتایرمنت در امریکا به این معنایه که شما دوست داری، عاشق کارتی، عاشق اون چیزی هستی که انجامش داری میدی. ولی اگر مثلا یک ماه دو ماه هم وکیشن برداشتی، رفتی خارج از امریکا تفریح کردی، وقتی برگشتی داخل امریکا سر خونه زندگیت، از نظر فاینانشالی مالی اوکی هستی. از اون طرف هم مردم وقتی درآمد پیدا میکنه، مخصوصا اینایی که تازه از جای دیگه وارد امریکا میشن، تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرن، هی خرج میکنن. مثلا ای به به چه گوشی تلفنی، چه عکسی میندازه، ماهی $30 خب میدم دیگه، درآمد دارم، ماشین میخرم، منم های کلاس باشم، چرا دوستم داره من نداشته باشم؟ هی داره میبینه توی خیابونا، هی تبلیغات داره میبینه، به خاطر همین هی پول خرج میکنه. بیس امریکا، پایه و اساس امریکا بر اساس پول خرج کردن درست شده، به زبون عامیانه، نه پول سیف کردن. برای همین هیچ جا در امریکا یاد نمیدن. مردم پیش خودش اینجوری فکر میکنه، میگه تا زمان ریتایرمنت خونم رو پیاف میکنم، ماشینم رو پیاف میکنم، مکشور میکنم بچه هام که بزرگترین مسئولیت پدر مادر هستن و بزرگترین لایبلیتی پدر مادر هستن، میگه تا اون موقع بچه هام بزرگ میشن، گراجویت میشن، بیزینس خودشونو دارن، فامیلی خودشونو دارن، دکتر مهندس شدن، اون موقع دیگه نیازی به من ندارن. تا اون موقع من لایبلیتی، مسئولیتم و بدهیم و به کمترین نقطه میرسونم که با اون پول بزرگی که جمع کردم بتونم یه ریتایرمنت، بازنشستگی اوکی داشته باشم. ولی سوال من اینجاست، شما که صدای منو دارید میشنوید یا تصویرمونو دارید، به نظر شما
چند درصد مردم در زمان ریتایرمنت به این گلشون میرسن؟ سوال خیلی خوبیه. میتونید عزیزان توی فیسبوک بر ما بنویسید، اگر در رادیو که نیستید نمیتونید بنویسید، در فیسبوک برای ما بنویسید. بله، خیلی ها پیش من که میام مثلا میگن 20%، 30%، 50%، ولی واقعیت چیز دیگه است. شما اگه وبسایت سوشال سکیوریتی رو اگه چک بکنید، مردم معمولا چک نمی کنن. اگه چک کنید دقیقا عدد رو زده، زیر 5%. مردم یه سری چک نمی کنن سوشال سکیوریتی، اونایی هم که چک میکنن سری میرن استیتمنتشون نگاه کنن، میره صفحه دومو میزنه ببینه چقدر پول براش جمع شده که چجوری میخواد بازنشست بشه، ولی صفحه اول و آخرشو نمیخونه متاسفانه. و همیشه من از خودم میپرسم اون صفحه اول و آخرش چی هست؟ توضیح میدم جلوتر، توضیح میدم. من همیشه از خودم میپرسم، میگم خب خود من که تو آمریکا دارم زندگی میکنم جزو اون 5% قراره باشم یا جزو اون 95%؟ چجوریه؟ آمریکا عمری کار واقعیت داره؟ یعنی ما باید تا آخر عمر کار کنی؟ این قضیه به میون کلامت فقط مال ما ایرانی ها نیست، یعنی فکر نکنی فقط ایرانی ها. شما توی والمارت میری میبینی یه مثلا یه پیرمرد یا پیرزنی که شاید 80 سال سن داره اونجا داره کار میکنه، داره بله چی میگم وسایل میشینه تو قفسه. من خیلی دقت میکنم، منم دقت میکنم، میگم خب اینا منم یعنی اگه به اون سن برسم یعنی باید بیام این کارو کنم؟ دقیقاً. یعنی این یه حقیقتیه، نگاه کنید عزیزان، ما یه ذره فکر کنیم میبینی حقیقت، داری توی این مملکت زندگی میکنی، کسانی که اینجا هستن و حتی کسانی که در کانادا و اروپا دارن زندگی میکنن شاید خیلی شبیه باشه به همین. خب هر جا بجز ایران، ببین چند روز پیش من یه ویدیویی داشتم میدیدم، یه آقایی مثلا کار شما رو انجام میدادش ولی در ایران، میگفت پول، به ما گفتن پول سیف کنید، جمع کنید، پس انداز کنید، ولی در ایران نکنید. داشت میگفتش که مثلا طرف پول جمع میکنه، پراید 5 میلیون تومنه، 5 سال تلاش میکنه، بعد 5 میلیون رو جمع میکنه، میبینه پراید شده 10 میلیون، دوباره تلاش میکنه اون پول جمع کنه، میبینه پراید شده 20 میلیون. دقیقا اون مال ایرانه، اون قضیه ایران نه، ولی امریکا واقعا حرف خوبی میزد، میگفت ایران طرف به یک نوشابه 1 دلاری یا 75 سنتی و 20 سال پیش میخرید، الان هم همون قیمت میخره، پس میتونه جمع کنه، میتونه برنامه ریزی کنه، بگه من روزی یک نوشابه نمیخورم 1 دلار، اونو جمع میکنم. یا اته شما یه روز مسعود داشت من نصیحت میکرد، میگفتش که مردم پول یک بسته صبح صبح میرن یه بسته سیگار و یک نوشابه انرژی میگیرن 10 دلار. آره. میگفت اینو سیف کنی. یه روز برای من نشست حساب کرد، دیدم در عرض 5 سال چقدر پول میشه. بله. فقط همون. حالا خیلی ما خرجای دیگه هم بود. بله. خورده خورده بخوای حساب کنی و هر شخصی در امریکا روزانه 10 دلار برای الکی خرج میکنه، چیپس و پفک و انرژی درینک و سیگار و قلیون و مشروب و چیپس و ساندویچ و استارباکس. میدونی همه اینا رو اگه جمع کنه روز 10 دلار سیف کنه، ماهی میشه 300 تا. حالا ما ایشالله توضیح میدیم که چجوری بتونن مردم پول سیف بکنن. خیلی مهمه، باید راهشو بلد باشن. الان خیلی ها که دارن صدای ما رو میشنون یا میبینن الان میگه آره با من دارم این کار رو میکنم، و اگه واقعا این کار رو کردی خودت اعتراف کن، بگو که آره من در روز مثلا چیپس میخوام یا دارم میرم سر کارم، بنویسی رو کاغذ یه استارباکس کافی میخورم 5 دلار خرج میکنن. بله اینو بخوای حساب کنی میبینی اوف بعد 5 سال کلی پوله. حالا این چیزای خوردشه، حالا خیلی چیزای حالا خارج نشیم از اون مسیرمون. بفهم. فرض کنیم که اشخاص اینجوری پلن میکنن، یعنی میخوان که تا زمان ریتایرمنت بدهیاشونو بدن، درست، و اسست زیادی جمع کنن. چه اتفاقی میفته؟ یه سوال دارم، چه اتفاقی میفته اگه این شخص در سن جوانی فوت بکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ حالا خیلی میگن خب فوت کرده رفته، ولی من بیشتر در مورد این میدل کلاس ها دارم صحبت میکنم، اینایی که خیلی سخت کار میکنن، خونه زندگی دارن. فرض کنین مثلا زن و شوهر با هم داره کار میکنه در امریکا، درصد زیادشون هم پیچک تو پیچک، دقیقا خونه دارن، بچه دارن، قسط ماشین دارن، اگه ناناور خانواده یا یک کدوم از اونا فوت بکنه چه بلایی سر این میاد؟
آیا اون بچه که دارن میتونه قسط خونه رو بده؟ آیا همسرشون میتونه قسط خونه رو بده؟ و خیلی به مشکل میخورن، یعنی با یه حقیقتی به مشکل میخورید. دقیقا، ما بگیم مثلا این شخص نمیره، فوت نکنه، مریض بشه. تا حالا دیدی میگن که طرف بنده خدا بدتر از مرگ شده، سکته کرده، روی ویلچر افتاده، میگن بنده خدا سکته کرده، مریض شده، نه خودش مرده راحت بشه، تازه لایبلیتی کسی دیگه هم شده، گرفتار کرده خانوادشم. بگیم مثلا مریض بشه، سرطان، بین هر دو نفری که در امریکا زندگی میکنه یه دونش سرطان میگیره تو طول عمرش. یه خانمی از همین ام دی اندرسون که در هیوستون هست اومده، من دکتر کلاینت دکتر خیلی دارم از ام دی اندرسون. من اینو درست کنم، وقتی میگه در دو نفر یه نفر سرطان میگیره، حالا سرطان این نیستش بکشه آدم، نه سرطان میشه هزاران مریضی و مثلا میشه سرطان. این خانم اومد پیش من گفت مسعود جون همه آدما سرطان دارن. من خودم دست و پام میلرزم، گفت یعنی منم سرطان دارم. گفتش که ولی زمانی که استرس وارد میشه، مخصوصا جوونا امتحان میدن، درس میخونن، اون استرس کار، بیل، قبضایی که پرداخت میکنن، یا مثلا خدای یه تصادف که میشه، یه شوک وارد میشه، اینا میاد بیرون. یا مثلا میگفت به خاطر مواد غذایی بد، جی ام او، ارگانیک نیست. حالا اینم وسط حرفم بگم، من خودم چند وقت قبل هندونه میوه مورد علاقمه، رفتم یه هندونه خریدم از اچ‌ای‌بی، گفتم به به، هر سری میخریدم گفتم چه من زرنگ و باهوشم، هر وقت میخرم قرمز و شیرینه. بعد از یه مدت دیدم نه، این مزه واقعی نمیده. بعدن تحقیق کردم دیدم نه، اینا تزریق میکنن بهش. رفتم هول فود خرید کنم، هول فود هندونه برداشتم، گفتم این ارگانیکه، گفت نه این نچراله. حالا اون چه سیغه‌ای دیگه نمیتونم چجوری بود. خب دیگه انبه منگو چیه که دیگه یه دلار تزریق میکنن؟ یا گوجه فرنگی چرا اونجوری برق میزنه؟ من میوه خریدم یک ماه رو میز خونمه نخوردم، برمیدارم میگم انگار همین الان درخت کندی، مگه میشه آخه؟ مثلا این خانم دکتر به من میگفتش که درصد کسانی که از یه کشور دیگه وارد امریکا میشه اونا خطراتشون بیشتره. به چه علت؟ به خاطر اینکه تغییر آب و هوا و مواد غذایی، خورد و خوراکشون عوض میشه. خب خیلی تاثیر داره. حالا اگه این خانواده یک کدومشون مریض بشه، سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، کلیه‌هاش از کار بیفته، سوختگی شدید، قطع عضو، پیوند اعضا، تصادف شده، MS، ALS، HIV، اگه این اتفاقا بیفته، حالا میگیم علم پیشرفت کرده، خوب میشه. ولی اون 6 ماه، 1 سال، 2 سالی که طول میکشه، اون چی میشه؟ نمیتونه کار بکنه، ضعیف میشه. اون موقع پول باید از کجا بیاره؟ این کامش چی میشه؟ یا اصلا بگیم آقا نه مریض شد نه فوت کرد، مثل سال 2007-2008 که مارکت کرش کرد در امریکا. چه اتفاقی افتاد؟ کمپانی های بزرگ ورشکستشون، شما یوتیوب سرچ کنید ویدیوهاش هست، کمپانی های بزرگ ورشکست شدن، خیلی رو لیاف کردن، جاب نبود. همین 2016 بله. وقتی نفت اومد پایین خیلی رو لیاف کردن. خب جاب نبود، شخص 6 ماه کار نداشت بکنه، اون چه بلایی سر خونش اومد؟ خونشو گرفتن. Make sense؟ یا اصلا بریم سراغ اون 5%، طرف با زحمت پول جمع کرده، اون موقع اگه فوت کنه چی میشه؟ اون پولی که با زحمت جمع کرده، asset سرمایهی که جمع کرده، به کی برسه بهتره؟ فامیلیش، خانوادهش، بچه هاش، یا IRS، کورت، گاورمنت، کردیت کارت کمپانیا، یا اصلا اونجا مریض بشه؟ اگه مریض بشه آیا اون پولو باید برای مدیکال اکسپنسش خرج بکنه، خرج دارو درمانش بکنه؟ شاید بگید که هلت اینشورنس داره. متاسفانه درصد زیادی از هلت اینشورنس کمپانیا مریضی های بزرگو کاور نمی کنن. اگرم کاور میکنه اوکی، اگه یکی بهترین هلت اینشورنس داره همه چی رو کاور میکنه. اگه همه چی رو کاور میکنه پول چی رو میده؟
پول دکتر رو میده، پول دارو رو میده، پول امرجنسی رو میده، پول بیمارستان رو میده. اما پول اجاره 20% دیداکتبل یا همون به قول معروف آرف پاکتش چی میشه؟ 20% رو کی میده؟ یا همون خورد و خوراک و بنزین و ایناشو کی میخواد بده؟ make sense؟ یا اینکه به قول معروف خیلی میگن آقا نگاتیو صحبت نکن، منفی صحبت نکن. اوکی باش، ولی واقعیت دیگه، حالا منفی صحبت نکنیم، پازیتیو. طرف سالمه، نه مرده نه مریض شده، ورزشکاره، اوکی، هلتی هم میخوره. بعضی هم هست میگه ما به خودمون نگاتیو فکر نمی کنیم که بلا سرمون بیاد. اوکی، تا حالا نشده کسی زنگ بزنه بگه 2 ساعت دیگه سکته میکنی، 2 ساعت دیگه تصادف میکنی. معمولا میگن نمیزنی که، میزنن بهت. بگیم هیچ اتفاق نیفته، سالمه، عمرش طولانی بشه. چی میشه؟ این پولی که جمع کرده پولش زودتر از خودش بمیره. یکی از دغدغه بزرگ کسانی که پول سیف کردن برای ریتایرمنتشون، برای بازنشستگیشون، الان مخصوصا پول دارن، دغدغه بزرگشون همینه. اگه عمرشون طولانی بشه چی میشه؟ این پولا از کجا میارن اگه نداشته باشن؟ برای همین اشخاص خیلی سن بالا توی پست آفیس، توی مثلا جلوی فروشگاه ها میبینی که پیره ولی داره رسید چک میکنه. خب این واقعیته. برای همین مردم تو این سنی که دارن زندگی میکنن، کار میکنن، مردم میدونه در امریکا چجوری سخت کار کنن واسه پول، ولی نمیدونه چجوری اون پول واسه اون کار کنه. برای همین مردم نیاز دارن در امریکا حداقل یه بیسیک فاینانشال ادویکیشن داشته باشن، یه اطلاعات معمولی ساده تو زندگیشون در مورد پول داشته باشن. بس اولین قدم داشتن بس. کسی که داشتن کسی و یا داشتن اطلاعات در مورد اینکه اون پولو چطور نگه داره. اطلاعات درست. درست. نه اینکه مثلا آره. عمه من بیادش بگه که فلان مثلا تو این کارو کن، این ادوایزری که آره میده. آره. حتی میرسی امریکا زری به ادوایز میدن این کارو کن، کردیتو بساز، برو فیش آره تلفن به نام خودت باشه فلان، اینا همش عمه اشتباه، عمه اشتباه میده. من خیلی موقع میبینم توی فیسبوک مثلا میزنه نمیدونم من میخوام برم فلان کارو بکنم، کسی میدونه چه جوری کار، تجربهشو داره. خب برو پیش وکیل، برو پیش حسابدار، برو آره دقیقاً پیش یکی که لایسنسشو داره. این اصلا یه چیزی که منو خودم آزار میده. خب همه میام میپرسن شما تجربتون چیه، تجربه دیگران به در شما نمیخوره. چرا؟ در بعضی موارد میخوره، ولی در اون چیزی که داری میپرسی برو پیش وکیل. بله، برو صحبت کن، پیش وکیل بره، پیش اون چیزی که در اون زمینه اطلاع داره. برو نمیدونم این کار ایمیگریشن داری، برو کار ایمیگریشن. اگر ماشین میخوای پاشو برو رانندگی کن، برو اصلا ماشین بگی، برو دوتا دیلر ببین، تحقیق کن، سرچ کن، اینترنت بپرس. دقیقا. من شاید مثلا یه مثال خیلی ساده رو میزنم، من شاید یه ماشین خریدم، این همونو شما از من میپرسی میگی شهرام در مورد تویوتا چی میدونی؟ میگم خب ماشین خوبیه و اینا، ولی تو نمیدونی من چه جوری باهاش رانندگی میکنم، چقدر باهاش رانندگی میکنم، چی کار میکنم با اون. من اینه شما رانندگی نمیکنم، شما اینه من رانندگی نمیکنم. بس عمر ماشین ما فرق میکنه با شما. دقیقاً. بس بهتر خودت بری در موردش تحقیق کنی از آدمای درست. دقیقاً. مردم در امریکا، بس من اینو بنویسم یادمون نره که اولیش یه اطلاعات درست. اطلاعات من درست. خودم دارم فیز میبرم ازت. قربان. حال میکنه هر موقع میه. مردم نیاز دارن که در امریکا یاد بگیرن، بدونن بانک چجوری کار میکنه، کردیت کارت چجوری کار میکنه، ریتایرمنت و سوشال سکیوریتی چجوری کار میکنه، IRS تکس چجوری کار میکنه، مردم پولشو کجا بذاره که بهره بیشتری بگیره، اصلا مردم چجوری پول سیو بکنه. این اطلاعاتو به مردم نمیدن. در مدارس بیزینس مانی منیجمنت یاد میدن، نه پرسنال مانی منیجمنت. زمانی که مردم این چیزا رو میدونه، متوجه میشه، ما بهشون کمک میکنیم که در رابطه با چرخش مالی، پول چجوری در امریکا کار میکنه، چجوری پولشون رو منیج کنن،
وقتی متوجه میشن میفهمن که چجوری باید برنامه ریزی دقیق بکنن. کمکشون میکنیم برنامه ریزی دقیق داشته باشن که به اون گل هدفی که میخوان برسن. و اگر خدایی نکرده تو زندگیشون اتفاقی افتاد، مریضی هایی پیش اومد یا اتفاقی افتاد، تصادفی شد، هر چی که شد، مثلا 2008 بشه، دیگه پول نداشته باشه، کمکشون میکنیم به قول معروف پلن ریزی بکنن. نیاز دارن مردم به امرجنسی فاند، یه پول به ایرانی ها میگفتن که پول برای روز مبادا، اینجا میگن کوشن، تو کوشنت داشته باشی. آره حالا تو مترس میذارن همون تو دوشه یه خودمون آمریکا. آره. یه میگن تو دوشه یه امرجنسی فاند مردم داشته باشن، برنامه ریزی دقیق بکنن که تا آخر عمرشون، اگه عمرشون هم طولانی شد، پولشون هیچ وقت تموم نشه، پولشون حتی بهره زیاد بگیره، ریسکشون تو زندگی کم بشه، ریسک نداشته باشن، با خیال راحت شبا بخوابن بدون استرس. این صحبتی که میکنی نگاه کنید، همه ما اهل ایرانی، یعنی همه ما ایرانی، منو کسانی که رادیو رو دارن گوش میکنن و یا برنامه فیسبوک لایو رو دارن میبینن، شما یکی داری منو میبینی، همه ما دوست داریم بریم سالی یک بار ایران و خیلی از ما میریم. من خیلی از کسانی رو دیدم مسعود، طرف رفته ایران، خب وقتی داره میره کلی واسه سوغاتی بخره، ما نمیتونیم، یعنی فرهنگمونه نمیتونیم دست خالی بریم، یعنی برای پدر مادر برادر خواهر که 100% باید یه چیزی بالاخره دست خالی نبره، تو مرام هیچ ایرانی نیست دست خالی بره. امریکایی‌ها دیدیم میرن مثلا وجود، آره هیچ مثلا کاری نره، ولی ما میریم باید یه چیزی بره. من خیلی از بچه‌ها رو دیدم، خیلی از دوستامو دیدم، خب گفته دارم میرم ایران، خیلی هم خوشحال بود و رفته، مخصوصا بعد زمان تکس مالیاتو پولا رو گرفتن 2000 دلار 3000 دلار 5000 دلار گرفتن، میره ایران. ببین میره ایران یک ماه، خیلی ها هستن ها، شاید شمایی که الان داری نمیشه، شما هم خود این کارو کردی یا دوستانتو دیدی، ببین میره ایران بعد یک ماه برمیگره، اولین چیزی که از جابش از دست داده، اونی که از دست نداده راننده اوبر بوده، هیچ کس اینجا به یک ماه مرخصی نمیده، من خیلی خوش شانس باشی جاب از دست داده، یعنی تازه اومده میخوادش که چی دوباره زندگیو شروع کنه، دنبال کار، یک ماه اجاره خونه داده، اینا که قطع نشده، مگه اینکه خونه نداشته باشی دیگه، هوملس باشی تو خیابون، اجاره خونه داشتی، پول برق داشتی، اینشورنس ماشینت بوده، نمیدونم پول آب داشتی، حداقلشو باید میدادی دیگه. بله خب اینا رو هم داده، از اون پولی که پس انداز کرده دولت گرفته ریفاند گرفته، اونا رو هم داده، یه پولی هم داشته رفته خرج کرده اومده گیر کرده، یعنی واقعا زهرمار میشه برای آدم، هم پیچک تو پیچک، پیچک تو پیچک دیگه. دقیقاً یه حقیقتی آقا عزیز من، خواهر من، برادر من که در امریکا داری زندگی میکنی، الان داری ما رو میبینی، شاید بعضیاتون بخندید، شاید بعضیاتون بگید اینا منفین، اینا نمیدونم اینجوری، ولی حقیقته، حقیقته. اگر حقیقت نیست بگید حقیقت نیست، یه ذره فکر کنی میبینی متوجه میشی حقیقت. خب مسعود جان، امروز میخوام بگیم که چجوری اشخاص میتونن بازنشست بشن، یواش یواش برای جوانها، حتی شما برای بچهتون که تازه به دنیا میاد میتونید برنامه ریزی بکنید، تا حتی بچه یک روزه تا سن 120 سالگیشو میتونید بیارید جلو چشش، میتونید برنامه ریزی بکنید، ایشالله بچهتون 120 سالشه، یعنی که از هر وقتی که شروع بکنید تا آخر عمرتون رو قشنگ میتونید برنامه ریزی کنید، اگه عمرتون طولانی بشه که ایشالله طولانی بشه، هیچ وقت مریضی تو زندگیتون پیش نیاد، به قول معروف هیچ وقت از نظر مالی محتاج کس دیگه نشید، ولی میتونید برنامه ریزی کنید، خیلی به قول معروف آسونه، مردم یه سری اینفورمیشن ها رو داره، اطلاعاتو داره، ولی این پازل ها رو نمیدونه چجوری بذاره کنار هم، چجوری چفتشون بکنه، نیاز داره به یه شخصی که کمک کنه، نیاز داره به یه ویکال، نیاز داره به یه ابزار کار، راه درستشو انتخاب کنه. که معمولا مردم راه سخت‌ترینش رو استفاده میکنه. راه‌های خیلی آسونی هست که بتونه به قول معروف شخص درس دانشگاه اون چیزی که علاقه داره رو بخونه، اوکی اگه درآمدش به قول من آنچنانی زیاد نیست، ایتس اوکی، مسئله‌ای نداره، با برنامه‌ریزی دقیق حتی آینده‌ش رو میشه درست کرد. خب یکی از راه‌های این که یکی بتونه ریتایر بشه سوشال سکیوریتی است.
سوشال سیکیوریتی اگه شما برید صفحه اول استیتمنتش رو بخونید دقیقا خودش توضیح داده. من الان همراهم دارم، حالا سری بعد میتونم قشنگ بهتون نشون بدم. خود منم از استیتمنت خودم سوشال، هر کی سوشال سیکیوریتی داشته باشه میتونه بزنه وبسایت بره نگاه کنه بخونه تو وبسایت سوشال سیکیوریتی. خودش توضیح داده، گفته که در سال 2033 یا 2030 بعد از 2025 در واقع یه جورای دیگه سوشال سیکیوریتی وجود نداره. به چه علت؟ سوشال سیکیوریتی رو زمانهای قدیم 50-60 سال قبل به قول معروف در امریکا سربازا جنگ بوده، سربازا برگشتن داخل امریکا، این اشخاص اکسایتد بودن، همسرشون رو دیدن، به قول من دوست دختر دوست پسر همدیگر رو دیدن، تولید مثل زیادی شد. به خاطر اون بچه ها سوشال سیکیوریتی درست کردن. چرا؟ به خاطر آینده. صحبت 80 میلیون جمعیته، 80-90 میلیون جمعیته، بچه که اون موقع به دنیا آمد. اون بچه ها اینا گفتن که خب موقعی که اینا پیر بشن اگه ریتایرمنت پولی نداشته باشن اینا مثل زامبیت کوچه خیابون را میفتن همدیگر رو میخوشن. برای همه این پلنهای سوشال سیکیوریتی درست کردن که همه پول میدن. الان چرا داره ورشکست میشه؟ خودش اعلام کرد، گفته اگه ما در سال 2033 اگر باشیم به ازای هر یه دلاری که شما به ما دادی شاید در توانمون باشه 75 سنتشو برگردونیم. به چه علت؟ به خاطر اینکه الان اون کسایی که پیر شدن اون بهشون میگن بیبی بومر. بیبی بومرها دارن از صندوق سوشال سیکیوریتی پول میگیرن و تعداد جوانهایی به جوانهایی که به صندوق سوشال سیکیوریتی دارن پول میدن خیلی کمتره. برای همین باعث شده که اینا که پول دارن میخورن در آینده سوشال سیکیوریتی وجود نداشته باشه. یعنی مخصوص ایناست، جوانهایی که به صندوق سوشال سیکیوریتی دارن پول میدن یا از روی پیچکتون سوشال سیکیوریتی دارن برمیدارن، یه جورایی میشه گفت که جوانها دارن پولشون رو دونیت میکنن به اون کسایی که سالمند هستن، پیر هستن. خب پس روی این مخصوصا اشخاص جوان اصلا نمیتونن حساب کنن روی سوشال سیکیوریتی. پس یکی از راههایی که اشخاص میتونن بازنشست بشن خب دیگه نمیشه حساب کرد. قسمت دوم پنشن پلن هاست. پنشن پلن ها معمولا دیگه الان خیلی جاهای کمی هست که پنشن پلن بدن. پنشن پلن مثلا میگفتن طرف 30 سال واسه یه کمپانی کار بکنه، بعد از 30 سال آخرین پیچکش هرچی که باشه 70% 80% اونو میدن دیگه تا آخر عمرش به عنوان بازنشستگی. ولی اونم برداشتن دیدم علم پزشکی پیشرفت کرده، طرف 30 سال کار کرده 30 سال هم زنده میمونه، یه سکته میکنه یه شوک میدن دوباره زنده میشه. خب میبینن که آقا 30 سال زنده کار کرده، 30 سال ما دوباره با پول بدیم نمیصرفه، همون پولو میتونیم اینوست کنیم به بیزینس خودمون. الان شاید مثلا پلیس ها، آتش نشان، کسایی که مثلا کار دولت، شاید یه چیزایی داشته باشن پنشن پلن. به جاش 401k گذاشتن. 401k چیه؟ در جلسات بعد ایشالا قسمت بشه دقیق توضیح میدیم. 401k یه آیارس کده، یه ریتایرمنت پلنه که اشخاص 401k رو از جایی که محل کارشونه ایمپلویر به ایمپلویش اینو آفر میده. بعضی جاها به قول معروف خب 401k یه پولی از پیچک شما برمیدارن میذارن، بعضی موقع هم خود اون سابکار به قول معروف مچ میکنه میذاره. 401k آیا بده یا خوبه؟ 401k خوبه ولی best plan نیست. Make sense؟ یا میشه گفتش که پلن، میشه گفت که مثلا اندازه کافی نیستش، نمیتونه برای شما باشه به اون گولت برسه. و اون 401k پولی که دارید میدید کجا میره؟ درصد زیادی از مردم اینو نمیدونن. چرا؟ بیشتره، درصد خیلی زیاد مردم، اینایی که میدل کلاس هم، اطلاعات فاینانشالشون از کجا میارن؟
از سر کارشون، سر کار محل کار، یکی میاد میگه آقا فروبانکی خوبه پولتو بذار، اونم میگه خب چقدر بذاری، من که نفهمیدم، اونقدر قلم به سلم به حرف زد من نفهمیدم چی شد، شما چقدر پول میذاری؟ به دوستش میگه، دوستش میگه مثلا من 500 دلار میذارم، 100 دلار میذارم، 1000 دلار میذارم، میگه خب منم هم 1000 میذارم. ولی این پولی که گذاشتن کجا میره؟ اول یک اولین سوال، درصد زیادشون میره توی استاک مارکت، بازار بورس. بازار بورس یه چیزی خوب میدونم، بازار بورس دوتا گارانتی داره، استاک مارکت دوتا گارانتی داره، گارانتی میره بالا پولت رشد میکنه، گارانتی میاد پایین. در سال 2007-2008 فروبانکی هاشو تو بانکه نصفش رفت، اگه یوتیوب بزنی میبینی پول مردم رفت، یعنی اشخاص پولشو جمع کرده و با زحمت که ریتایر بشه خب اون پولش رفت. اگر فروبانکی شما دارید و این سوالو خیلی از من میپرسن، اگه فروبانکی دارید و صاحب کارتون مچ میکنه، به اندازه‌ای که مچ میکنه شما پول بذارید خوبه. چرا؟ چون اگه تو ریسک باشه نصف پولتونم از بین بره، حداقل اون پولی که با زحمت به دست آوردید اون از بین نمیره. تا اونجایی که بتونید اون فریمانی رو بگیرید اوکی، ولی بیشتر از اون اگه توی فروبانکی پول میذارید، پلن‌هایی هست که بهتر جاهای دیگه بذارید و با اون پول اضافه برنامه ریزی بهتری بکنید که ریسک نداشته باشه. این همون چیزیه که اولش صحبت کردی، گفتی حتما باید یه نفر رو پیدا کنید که تحصیلات این کار رو داشته باشه. مردم معمولی نمیدونن، واقعا مردم معمولی نمیدونن. من مثلا خودم به شخص واقعا هیچی نمیدونم در موردش. خب همین فروبانکی که میگی دقیقا همینجور بود. من جای کار میکردم توی یه شرکت نفتی بودش، اومدن گفتن داره، من از همکارم پرسیدم چی و چه جوریه اینجوری، گفت من مثلا هر پیچکم 50 دلار میذارم. گفتم خب منم 50 دلار میذارم. آخرش هم معلوم نشد چی شد، اون پول کجا رفت، چند سال دادیم، آخرش هم معلوم نشد چی شد. معمولا اشخاص فروبانکی که پلن باز میکنن، اوریج در سن 60 سالگی هلوهوش 70-80 هزار تا اوریج تو همون هلوهوش پول جمع میشه براشون. خب یکی که 70-80 هزار تا 50 هزار تا سالیان درآمدش، استایل زندگیش اونقده، اون موقع که ریتایر میشه پول یک سال درآمدش با اون پول میخواد چیکار کنه؟ یا اینکه به قول معروف اگه پول بیشتری میذارن، حتما من پیشنهاد میکنم اگه پول بیشتری میذاری توی فروبانکیتون، پلن‌های خیلی بهتری هست که میتونید از اونا استفاده بکنید. مثلا کار تو همینه دیگه، یعنی بهشون میگی که مثلا چه پلن‌هایی استفاده کن نسبت به شرایط زندگیشون. یعنی این مثل اثر انگشته، اثر انگشت شما با من فرق داره. درست. یعنی مثلا من نوعی، من شهرام، میام بیشت میگم که مسعود من درآمدم ماهیانه 1000 دلاره و اینقدر هزینه دارم، اینو چطور میتونم منیج کنم که پولی داشته باشم، سیف کنم برای بیمه عمرم باشه، نمیدونم برای همه این چیزا دیگه که لازم داریم. بله. اینا باشه، شما این کارو به انجام میدی؟ بله. یعنی میگی کاری که ما انجام میدیم. بذار بساله که بچه خوبی هستی شماره تو یه بار دیگه بگم. 832-899-55 832-899-55 شماره مسعود، اگه خواستید باش تماس بگیرید حتما با این شماره تماس بگیرید. چارج هم میکنی؟ هر کی اینو لایک بکنه چارج نمیکنی. اگر به قول من رو کمک کنن که اینا رو کسای دیگه هم بشنون، شیر بکنی، اگه گوش میدید صدای ما رو از رادیو 021 یا اینکه تصویر ما رو از فیسبوک دارید، چارج نداره. آره. بس نگران نباشید. 8995 چه شماره روندی هم داری؟ قربانت. 832-899-55 شماره مسعود میتونید بعد از این شماره مرکزی تماس بگیرید. اگه با خود من میخواین صحبت کنید با همین شماره تماس بگیرید، اگه میخواین خود منو ببینید مسئله ای نداره، تماس بگیرید، یه قراری ست میشه. یه خورده خب سرمون شلوغه، مخصوصا الان یواش یواش داریم میریم تو قسمت تکس، خب خیلی سرمون شلوغ میشه.
دوستان حتما تماس بگیرن. ما پرسنلمون اسوشیتامون در کل تگزاس داریم، اسوشیتای ما میتونن بهتون کمک کنن. اگر هر کدوم اینا رو میشناسید باهاش تماس بگیرید، بشینید یک بار که شده اوپن مایند باشید، به قول معروف اصولی باشید. بشین گوش کن، بشین ببین چه جوریه. کاری که ما انجام میدیم بر اساس شرایط زندگی اون شخص درست میشه. یعنی این پلنینگی که ما انجام میدیم بر اساس شرایط زندگی شما. مثلا یکی مریض میشه میره دکتر، دکتر میگه یه چکاپ بده ببینم ایراد از کجاست، بعدم برات دارو رو بنویسم. دقیقا کار ما هم دقیقا همینه. شما وقتی اینفورمیشن داشتید، اطلاعات داشتید، باید یه به قول معروف یه اکستری مالی بشید، یه چکاپ بشید، یه فاینانشال چکاپ بشید. بر اساس اون فاینانشال چکاپ پلنی که مخصوص شماست و شرایط شما، زندگی شما، لایبلیتی شما، ریسک‌های زندگی شما. مردم یه عالمه زندگیش ریسک داره ولی از نظر علمی اطلاعات ندارن، فقط دوتاشون میدونه، ولی بقیهشو نیاز داره به اینکام پروتکشن، تکس پروتکشن، اسید پروتکشن، مریضی ها رو پروتک بکنه، هاوس پروتکشن، چایلد پروتکشن، همه اینا هست، مورگیج پروتکشن، اینا رو باید همش دیزاین بشه. یا اگه گول داره واسه ریتایرمنتش، اگه میخواد ازدواج کنه، اگه بچه میخواد کالج بره، همه اینا در رابطه با اون آیندهش همه رو میشه دیزاین کرد، همه رو میشه درست کرد. یا مثلا یه پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا پدرها مادرها دوست دارن آینده بچه ها رو ببینن، یه پولی جمع میکنه روز عروسیش، مثلا اون پولو یه پول ریز ریز جمع میکنه، میتونه هدیه بده شب عروسیش. خب اون بچه عشق میکنه، با اون پول میتونه بیزینس بزنه، خونه بزنه، خونه درست کنه، خونه بخره، به قول معروف اینا رو میشه درست کرد. حالا مهم نیست که شما چقدر میتونید سیو بکنید، مهم اینه که این اینفورمیشن رو اپلای بکنید و تراست بکنید به اون شخصی که این اینفورمیشن رو داره به شما میده و کارتون رو انجام بدید، پلنینگ انجام بدید. خب اگه بخوای همه چی رو متوجه بشی باید 5 سال درس بخونی. It's okay. نمیخواد این اینفورمیشن بیسیک رو که وقتی متوجه میشی یه خورده تراست بکن، کار درست برات انجام میشه. اگه شما 50 دلار سیو میکنید خوبه، اگه 100 دلار خوبه، اگه 500 دلار خوبه، اگه 1000 دلار. کلاینت هایی ما داریم که 10,000 دلار سیو میکنن ماهیانه، کلاینت هایی داریم که میخواد اینوست کنه پولشو، با ما مشورت میکنه. بعضی موقع خیلی ها میگن اینوستمنت فقط تو ریال استیت اینوست میشه کرد، ولی جاهای خیلی بهتر هم هست. اینوستمنت جاهای دیگه هست که خیلی گارانتی داره، جای امنیه، دسترسی به پولت داری. مثلا بعضی هستن 500,000 تا 100,000 تا 1,000,000 2,000,000 10,000,000 میخوان اینوست بکنن. کسایی هستن که توی 401k‌شون پول هست، به قول معروف 403b دارن، ریتایرمنت اکاونت دارن، از کارش یواش یواش میخواد بازنشست بشه، دیگه پیر شده، اون تایمو نداره که ریسک بکنه پولش بره، میخواد اون پولو جابجا کنه، یه جای امن بذاره که بهره زیادتری بگیره. همه اینا امکان پذیر هست، فقط باید اوپن مایند باشید، بشینی گوش کنی. مسعود چند وقت پیش مسعود یه حرف خوبی به من زد، من خیلی لذت بردم. یادت صحبت پول برق بود، من گفتم خدایا برای من 250 دلار پول برق میاد. از مسعود پرسیدم مسعود تو چقدر پول برق میاد؟ گفتی چقدر؟ 33 دلار. تو چندین سال 33 دلار؟ گفتم چه جوری تو مرسه 33 دلار پول میاد؟ خب همینا، ما همین کارا رو میکنیم. به من البته روشو گفت، کمک میکنم از اینجا سیو کنم. چه جوری 33 دلار؟ این کار سختی نیست، یعنی فکر نکنید مثلا مسعود رفت یه پلن گرفت، همون پلنو گرفته، همون چیزی که من دارمو گرفته، ولی میره اونجا چک میکنه که آقا کیلوبایتش مثلا. این کار ماست، بهشون کمک میکنیم، مثلا توضیح میده، مثلا دارن پول زیاد میدن، اگه به اینشورنساشون پول زیاد میدن، کمک میکنیم پول سیف کنه. البته من هنوز همون 250 رو میدم به خاطر اینکه برقا رو روشن میذارم، من میام خاموش میکنم، بعد خانم میگه که تو هم شدی این بابای قدیم، وای کولر رو خاموش میکنی فلان خاموش. ولی میگم که بابا مثلا خاموش کن، ولی رادیو رو خاموش نکن لطفا. ولی میگم مثلا این برقی که مثلا توی گاراژ روشن شب تا صبح، برای چی باید روشن باشه؟ به خاطر اینکه بعضی موقع میرم البته یه مقدارم سیو کردیم، ولی خب میگم دقیقاً این زمان میبره. الان یه سری از عزیزان رو من میبینم توی فیسبوک کامنت گذاشته، خب آقا آخرش میشه
دوست عزیز که میخوای بدونی آخرش میشه، شما اگر خیلی دوستانه میگم، اگر انقدر برای وقت خود ارزش قائل برای زندگی خود ارزش نمیشی، آره. برنامه ما همش یک ساعت 3 دقیقه دیگه تو یک ساعت نمیتونی برای زندگی پلان کنی، یه عمر پلنه. انقدر نمیخوای یک ساعت وقت بذاری و در مورد اون زندگی بشنوی، بله هیچ کس نمیتونه تو رو کمک کنه. این اینفورمیشن رو خیلی چارج میکنه. اگه شما پیش فاینانشال ادوایزر بری یا تکس ادوایزر، پیش هر کی بری ساعتی چارج میکنه، 400 500 دلار چارج میکنه. خب با پرسنل ما بشینید، نگران نباشید، چارجتون نمیکنه. یه جلسه دو جلسه ریلکس باشید، چون هیچی نداریم ما برای فروش. ما اصلا کارمون فروش و سلز نیست. خیلی یاد بگیر متوجه شید. خیلی از عزیزه. من این کارو کردم و که مسعود وقتی اوردم اینجا، من این کارو کردم. مسعود به من یه بار یاد دادش که استاک مارکت چجوری. من میرفتم پنی استاک میخریدم، میرفتم پنی استاک میخریدم، اون پنی استاک همش هم ضرر میکردم. یعنی یه ذره میرفت بالا خوشحال میشم، تا میومدم بفروشم ضرر میکردم. ولی خب مثلا بهم گفت، واقعا گفتش که چی بخر، چجوری بخر، اصلا چی کار کن. خب چون من این تجربه رو کردم و خوبم شد. سخته، یعنی واقعا سخته اینه که بخوای منیج کنی زندگی خودتو، اون پولتو، اون درآمدتو بخوای منیج کنی، سخته. یعنی من خودم قبول دارم، هنوزم من به اون گول نرسیدم، یعنی واقعا نتونستم. دیسیپلین میخواد، ولی دیسیپلین ابزار کار آره. میخواد این میخواد، ولی چیز داشته باشید، یعنی برید دنبالش، نترسید، هیچ کاری هم نره. بخواد به همین دلیل بودش که من از مسعود خواهش کردم، با اینکه واقعا سر شلوغه، یعنی واقعا سر شلوغه. من به وقتی تایمو بهش دادم گفتم مسعود این ساعت برام فیکسش کرد، من واشنگتن بودم، یه زنگ می‌زدم شهرام یادت نره اون ساعت. و واقعا هم سر موقع اومد، یعنی اولین کسی که سر موقع اومدش توی برنامه من، بقیه هم به سر موقع میان، ولی مسعود پشت در وایساده بود، یعنی 5 دقیقه جلوتر وایساده. اینجوری بعد منیج کنیم. مسعود چیز جدیدتر داری که توی چند دقیقه به ما بگی که بعد بریم سراغ برنامه بعدی؟ پس تا اینجا چیا یاد گرفتیم؟ اول اطلاعات درست به دست بیاریم. نگاه کن این چیزی که می‌خواستی یاد بگیری، اطلاعات درست به دست بیاری در مورد هر چیزی که هست. اگر میخواید ماشین بخرید، برید اطلاعات درست به دست بیارید، نه از مسعود بپرسید، از شهرمرسی نظر در مورد ماشین چی، برید در موردش تحقیق کنید، برید گوگل کنید، برید ریویو ها رو بخونید، برید با یه دونه با چند تا دیلر صحبت کنید. البته هرچی هم تو اینترنت میزنن دلیل نمیشه که درست دلیل باشه. نمیشه درست باشه، برید با یه کسی همه میتونن بزنن، همه میتونن تو اوپنینگشون بزنن، بزنن ایدیایی که دارن، فکری که دارن بنویسن توی، ولی برید بشه یه شخصی که میدونه در مورد، مثلا یه شخصی که در هم ماشینو تویوتا کار میکنه و مکانیک اونجا یا فروشنده است، حالا فروشنده نه مکانیک هستن، برید از اون شخص مکانیک بپرسید، برید اون شخصو پیدا کنید، ازش بپرسید من این ماشینو میخوام بخرم نظرت چیه، بله ایرادا و خوبیاشو بهم بگو و اونم میگه. بله. یه چیز دیگه که اضافه کنم، تایممونم خیلی کمه، میتونیم جلسات دیگه هم بذاریم، نگران نباشید. حالا جلسات بعد هر کی سوال داره دیگه ما تو رو پیدا نمی‌کنیم، دوباره میگن آقا این آقا اومد ترسون دارم. نه نه ترسون مرسون، نه ترسون شما رو، من نترسونم شما رو. ما حقایق و مسعود گفت، ما هم سر تکون دادیم، اوکی هستیم. خیلی از شما میدونم اینجا نوشید موافق هستید با این قضیه و میدونید، میدونید یعنی این چیزی که داری فکر میکنی تو ذهنت داری میگی منم، این زندگی منه، این حقیقتی، اینجا نمیتونیم سر خودمون کلاه بذاریم. آقا شهرام، من یه چیزی هم میدونم که تایممون داره میگذره، یه چیز دیگه کوتاه بگم در مورد کارمون. هدفی که من دارم، ترینینگ سنترهای خیلی بزرگ داریم باز میکنیم در کل تگزاس. کاری که من انجام میدم، من ترینر هستم، دارم منیج میکنم کل این کاری که داریم انجام میدیم در کل تگزاس. ما نمایندگی نداشتیم، نمایندگی الان داریم در دالاس، آستین، هیوستون، سان آنتونیو آفیس داریم و هدف من اینه که 10 الی 12 تا ترینینگ سنتر بزرگ در هیوستون بزنیم. 10 تا توی دالاس، 10 تا تو سان آنتونیو، 10 تا توی آستین. نیاز به اشخاصی داریم که بیزینس مایند باشن، پازیتیو اتیتود داشته باشن، مهربون باشن، قلب خوب داشته باشن و خوب بتونه یاد بگیره تا بتونه به کس دیگه یاد بده. ما دنبال اشخاصی میگردیم که بتونیم روشون سرمایه گذاری کنیم، همه چی A to Z، همه چی رو بهشون یاد بدیم به عنوان منیجر، به عنوان ترینر، که بتونیم این آفیسا رو بچرخونیم، این ترینینگ سنترها رو بچرخونیم. اگر دوستان کسی رو میشناسن
که آدم امبیشزی هستش حداقل مینیمم 5 سال تو اون شهر زندگی کرده باشه، حداقل 50% زبان انگلیسی بلد باشه، زبان دومی هم داشته باشه. مخصوصا الان مخصوصا تو هیوستون در تگزاس ایرانی ما بعد از کالیفرنیا فکر کنم بزرگترین جمعیت ایرانی رو داره، درسته؟ دقیقاً. کسانی که مثلا هم انگلیسی هم فارسی صحبت میکنن ما نیاز داریم، مخصوصا از الان تا آخر امسال ما اوپنینگ داریم، میتونم بیام برای اینترویو، نگران نباشید. ما اپورتونیتی میدیم به اشخاص، ولی به قول معروف میگیم خودتو نشون بده. هر کس دوست داشته باشه میتونه بیاد، اگر کوالیفاید بشه با ما کار بکنه ما حتما میپذیریم، ما باشون کار میکنیم. اگر شما با پرسنل ما، با ایجنت های ما، با اسوشیت های ما میشناسید، آشنا هستید، میدونید، حتما باهاشون تماس بگیرید، یک ساعت بشینید از نزدیک ببینید ما چی کار میکنیم. این کار یک ساعت دو ساعت نیست، حداقل باید تایم بذارید یه جلسه دو جلسه که قشنگ متوجه بشید تا حداقل بتونی برنامه زندگی خودتو درست کنی، حداقل بتونی برنامه زندگی بچه‌تو درست کنی. اوپن مایند باشید، بیاین، به قول معروف کارهایی که ما انجام میدیم گارانتی هستش، نو ریسک، ریترنش خیلی بالاست، با کمپانی های خیلی بزرگه که کار فاینانشال سرویسز در کل دنیا مطرح هستن، یه جوری فاینانشال کل دنیا رو میچرخونن، با اینا کار میکنیم، کانترکت های بزرگ داریم، برای همینه که ما میتونیم به مردم راحت برنامه ریزی دقیق بکنیم. و از طرف دولت لایسنس داریم، تمام کسایی که با ما کار میکنن از طرف دولت لایسنس دارن. بعد بقیه سوالام میتونید تماس بگیرید، اگه سوالتون سخت بود حضوری بیاین، نگران نباشید، اونقدرم سرم شلوغه ولی ایتس اوکی، میتونید وقت بگیرید، تماس بگیرید، حتما من وقت میذارم. تمام سوالاتون موضوع برنامه این بود که چطوری پسنداز کنیم در امریکا، چطوری اصلا پولدار بشیم. خب ببین، همه این راه و چطوری پسنداز کردنش یه راه طولانی، باید یه استارتی از اینجا ما استارت بله اینجا امروز. اینجا یه استارت بودش که به خود اومدی آخ بله من صبح به صبح یه کافی دارم میخرم میخورم، حالا بخور نوش جون ما نگودی نخور، یا مثلا چه میدونم خرجه الکی. بله خانوما مخصوصا، خانوما ناراحت نشه دست من آقا میری بیرون میای بلک فرایدی، ما امروز گذاشتیم که بلک فرایدی حواستون باشه، حواستون باشه، مثلا میرن خرید میکنن، یعنی واقعا الان معمولا سر منو میذارم، ولی واقعا خانوما یه خریدایی میکنن که شاید هیچ موقع هم استفاده نکنن. اگزکتلی گاراژ سل همینه دیگه، گاراژ سل یعنی دقیقا. تمام لوازمی که اصلا استفاده نکنی میذاری میفروشی. من خودم ریختم و یه سری چیزایی ریختم بیرون که شاید یه بار هم استفاده نکنی. دقیقاً همینه. اینجا کشور مصرفیه، میخری، فقط میخری، 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 میخری. ولی میتونی با اون یک بار جلوی خودتو گرفتن نخریدن اون زندگی تو فقط بس. سیف کردن هم نیست، باید حواست به ریسکا باشه که اون پولی که سیف کردی برای اونم خرج نشه. حواست باید به همه جا باشه. نیاز دارید که بیاید گوش کنید. حالا ما ان شاءالله در آینده ورکشاپ هایی میذاریم که به صورت گروهی میتونید بیاین، حالا بعضی موقع شاید چارج داشته باشه، بعضی موقع شاید چارج نداشته باشه، سعی میکنیم که این برنامه بعد قول میدی بیا اینجا. چشم رو چشم. حالا ما مسئول میگم خیلی سر شلوغه، ولی تا اینجا پیش رفتیم چشم. یک ساعت تونستیم یه تکونی به خودمون بدیم، هم به شما هم به خودمون، که به خودمون بیایم که چه خبر. ولی یه برنامه دیگه، یه چند تا دیگه برنامه دیگه با مسعود سعی میکنیم بذاریم در همین رادیو. حتما. قبلش حتما براتون نوتیفیکیشن میفرستم. اگر کسانی که در فیسبوک دارید میبینید ما رو، رادیو سیف 21.us رو برید دانلود کنید اپلیکیشنشو و گوش کنید رادیو ما رو. برنامه بسیار خوبی داریم. آقای لاله‌زاری هر روز صبح ساعت 7:30 به وقت واشنگتن برنامه دارم، به مدت یک ساعت، برنامه بسیار شادیه برای کسانی که در امریکا هستن. و برنامه های دیگه هم که داریم، هر دو جمعه با آقای کیانوش رزاقی در مورد قوانین در امریکا صحبت میکنیم، مثلا قوانین امیگریشن. حالا قرار شده که از ماه آینده در مورد مالیات بیان، قوانین مالیات بیان صحبت کنن.
چیزای خیلی مفیدی براتون توی رادیو گذاشتیم، امیدوارم که برید دانلود کنید. ما گذاشتیم، حالا خودتون بده دانلود. آقا شهرام، من میخوام واقعا ازت تشکر کنم که این رادیو رو درست کردید. واقعا خیلی زحمت داره، من میبینم که واقعا خیلی تلاش میکنی و تمام سعیت هم از کسایی که به قول معروف تحصیل کرده هستن، مدرک دارن، لایسنس دارن، تو این برنامه میاری که مردمو به قول من ادوکییت کنی. واقعا کار بزرگی دارید. لطفه واقعا ما هدفمون اینه، یعنی هدف من واقعا همینه. نمیگم کسی منو کمک نکرد برای رادیو، برای ساختن استدیو، چرا خیلی از بچه‌ها دستشون در نکنه، کسانی که ما رو تبلیغ دادن و کسانی که ما رو سپورت کردن، یعنی بدون تبلیغ ما رو سپورت کردن، کسانی که من اصلا ندیدمش، یعنی واقعا الان همینجا من ازشون تشکر میکنم. آقای هادی خلیلی دوستمون توی دولاس به من یه روز زنگ زد، من میخوام سپورت کنم. Okay. خب خیلی ها هستن اینجوری، ولی خب هدف ما اینه دیگه. ببینید جامعه خودمون اولا همبستگی نزدیک کنیم به هم دیگه، و دوم اینکه ادوکییت کنیم، یعنی مردم بدونن چیزای درست رو بدونن، درست یاد بگیرن و به هم دیگه هم یاد بدن. دیگه اون 30 سال پیش نیستش که ایرانی ایرانیو ببینه فرار کنه، الان ایرانی ایرانیو میبینه دوست داره، یعنی باید به هم دیگه هی اون قضیه رو. ایرانی‌ها موفقن، ایرانی‌ها خیلی می‌درخشن در دنیا، واقعا در دنیا، و شما هم می‌تونی بدرخشی، شما هم می‌تونی بهتر بشی، شما هم می‌تونی پول سیف کنی. دقیقاً پول سیف کنی. مسعود حسابی ترسوندیم بچه‌ها رو ما. نه ترسید، نگران نشید. جلسه بعدی سعی می‌کنیم سولوشن بیشتری بدیم. اولش باید بدونن چرا. حالا خب در خدمتتون هستیم، در برنامه‌های بعد تمام تلاشمون می‌کنیم که بیشتر یاد بگیرن، بیشتر متوجه بشید. عزیزان براتون شب خوبی آرزو میکنم، مخصوصا برای کسانی که در ایران هستن، صبح باشکوه مثبت پر از انرژی رو براتون آرزو میکنم در ایران هستید. اونایی که هنوز خوابن و بعدن برنامه ما رو گوش میکنن، هر موقع گوش میکنن، امیدوارم که همیشه جیبات پر از پول باشه و همیشه موفق باشی. هیچ کدوم از این مریضی هایی که ما گفتیم مسعود ترسونده دونه، امیدوارم هیچ موقع نگیری، نه هیچ وقت نشه، انشالله که، یعنی ما اینجا هستیم که اگه خدای نکرم اتفاق افتاد پروتکت باشی، پروتکت بدونید. و براتون شب پر از آلبالویی، روز پر از گیلاسی، نمیدونم حالا هرچی که از بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب خوب و خوشی رو داشته باشید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. تا مسعود میکروفون ما رو نشکونده ما بریم. خدا نگهدار. مرسی. ممنون. شبتون بخیر.